از دم صبح منددن خیمه در سرش داشت شور جنگیدن، هی عمویش شهید می آورد، کار او هم فقط شده دیدن. یک به یک مردها شهید شدند، نوجوانهای قافله رفتند، سرو قامت رشید رفتند و روی دست حسین برگشتند. از دم صبح گرم دیدن بود، کودکانه چه فکرها که نکرد، هی تلنگر به نفس خود میزد که برو یا علی بگو، ای مرد بین خیمه نشسته بودم و پا شد و گرم راه رفتن شد، فکر میکرد با خودش کودک مصلحت نیست رفتنم لا بود، به خودش زد نهیب که بس کن، پدرت بود شیر جنگ جمل، نوه مرتضی و فاطمه، مرگ پیش برادرت چو عسل. در همین حال بود یک دفعه شیون مادری به گوش آمد، از پر خیمه روی دست عمو دید شش ماه دست و پا میزد. تصویر رو داری میبینی؟ یا بیشتر با صد مجسمش کنم. پر خون شد محاسن ارباب، از گلوی علی خضاب گرفت، ظاهرن یک سه شعبه با اخمش، خنده را از لب ربا. در دلش شاکی از خودش بود و در سرش داشت شور جنگیدن، هی عمویش شهید می آورد، کار او هم فقط شده دیدن. دیگر اما رسید وقت وداع، حال خوبی نداشت در دل زار، و عمو رفت و ماند عبدالله، آسمان گشت بر سرش آوار. اگه رفت دیگه تموم، من کی اجازه بگیرم برم؟ آخرین تیره. دست در دست عمه عبدالله، در کنارش کشان کشان میرفت، هر دو تا سمت خیمه میرفتن، شاکی از هفت آسمان میرفت، هی صدا میرسید از میدان، چه صدای ناخوش احوالی در همان خیمه گوشه ای کز کرد، شاکی از دست بی پر و بالی، هی صدا میرسید از میدان، در وجودم
دشت چه انقلابی بود، این صداهای نیزه و شمشیر در وجودش عجب عذابی بود. کودکان خدا خدا می کرد، ثانیه ثانیه زمان می رفت، دل او بود بین میدان و حق حقش تا به آسمان می رفت. هی صدا می رسید از میدان، بزنیدش حسین را بزنید. عمر سعد گفت با همه چیز شده با سنگ و چوب ها بزنید، داشت دیگر براش بد می شد، طفل شش ماه رفته، اما او نتوانسته بود جانش را مثل قاسم کند فدای امو. هی صدا می رسید از میدان، زخم زد هر که داشت کینه او، گفت فرمانده هرمله حالا با سه‌شنبه بزن به سینه او. روزه گودال امشب این صدا میرسید از میدان، عمه گریان از این شنیدن شد، پرده خیمه را کنار زد و خوب از خیمه گرم دیدن شد. صد نفر مرد جنگ با نیزه، خدایی بابا تو ببین این وسط اینطوری باشه چی میشه. وزیر وایان تو مقاتل است، اولین ضربه ای که خورد تو بغل امام حسین صدا زد بابا. تجسم کن دیگه روزه خون نمیخواد. صد نفر مرد جنگ با نیزه، صد نفر مرد جنگ هم با تیر، عده‌ای پیر مرد هم با سنگ. صد نفر آمدن با شمشیر، هر کسی هر چه داشت می آورد، ضربه خیش را سپس می زد و حسین غریب بی عباس در غریبی نفس می زد. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. شب پنجم من نفسم سوخته از پریشب، سه سالش هم اونو آتیش زد. الحمدلله همه صدا زخمیه، من زخمی میخونم تو زخمی گریه کن، تا که این صحنه را به چشمش دید،
گفت دیگر حرام شد ماندن، عمه من میروم خدا حافظ. داد میزد فقط انا ابن حسن. می دوید و خودش رجز می خوان، تن من جان من فدای حسین، گرچه سنم کم از حیدریم، دین و ایمان من فدای حسین. به عمویش رسید در میدان. بعضی چیزا رو نمیشه دور از جون شما، مثلا ایستادین دارین هروله میکنین، یه بچه ای بخواد از بین شما بیاد جلو، هر کی هم میرسه بزنه چطور میاد؟ اما نه اینقدر. امام سجاد فرمودن 30,000 نفر بابامو دوره کرد. به عمویش رسید در میدان، او خودش زیر ضربه ها میرفت تا عمویش نبیند آسیبی، زیر شمشیر و نیزه ها میرفت. دشمن آنجا کشید شمشیر، او سپر شد برای جسم حسین. یادگار حسن رجز میخوان، سر و دستم فدای جسم حسین، استخوانش شکست با شمشیر. ناله وای مادرم پیچی، پسر مجتباست مادری است. صدای شکستن استخوان بازو به گوش حسین خیلی آشناست. بدنش مثل بید میلرزید، خون او بی حساب و حد میرفت، بی رمق رو سفید شد. آخر شیر بچه به آرزوش رسید، مرد بود و شهید شد. آخر دیگه جان به لبش رسید، داشت دست و پا میزد، هر مل اومد بالا سر حسین، از بالای سر جلوی بچه رو زد، مثل مرغی که بال بال میزنه تو بغل حسین بال زد. نفس تمام شد، شمشیرا بالا میرفت پایین میومد. محمد علی حسین برای اینکه این ضربه به بچه‌ها نخوره، خودش رو بدن عبدالله انداخت. دیگه نوبت عمو شد، شمر آمد پرید در گودال، تن این طفل را کنار انداخت، به روی سینه حسین دست در گیسوی شکار انداخت، سر او را چه ناشیانه برید. داشت میدید مادرش هرچند خنجرش کن بود، آخر سر پا به سینه گذاشت، سر را